بسم الله الرحمن الرحیم. داستان آفرینش، قسمت ششم، سیاره زمین. این مستند اقتباسی است از کتاب تبیین جهان و انسان، نوشته دانشمند و متفکر بزرگ استاد مرتضی رضوی. سایت نشر آثار استاد مرتضی رضوی www.binishno.com. اوست خدایی که آن چرا در زمین است برای شما آفرید. در داخل این کهکشان راه شیری یک ستاره زرد درخشان وجود دارد که 8 سیاره به دور آن در حال گردش هستند. در یکی از این 8 سیاره گونه‌ای زندگی می‌کند که به تازگی قدرت درک شگفتی‌های جهان هستی را یافته است. این گونه ما هستیم. در گذشته منظومه شمسی شکلواره این چنین منظم نداشت. احتمالاً سیاره زمین در حدود 6 میلیارد سال پیش از برخورد صخره‌های عظیم سنگ‌های آسمانی شکل گرفت. این گوی آتشین سیاره زمین است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 90 نهج البلاغه راجع به تکوین و تکون سیاره زمین از حالت مذابین سخن می‌فرمایند. حالتی گداخته و مذاب از کره زمین که انفجار بزرگ را تداعی می کند. تلتطم اواضی امواجها، در حالی که امواج غول پیکر گدازه ها و مواد مذاب در تلاطم بود. و تصطفق متقاذفات اخباجها، امواجی که همدیگر را دفع می کردند و از هم کشیده می خوردند. و ترغو زبدا نمت الفحول عند هیاجها، و از کف خامه می بست روی آن به مانند کف دهان حیوان نر از شدت هیجان. فاصبح بعد استخاب امواجه ساجیا مقهورا، و بعد از آن همه قوقا و قرش آرمیده و مغلوب گردید. فهمد بعد نزقاته و نبد بعد زیفانه و ثباته، و سرد شد بعد از آن که از خروشندگی ماند، و ثابت گشت
بعد از درماندگی و سستی ضرباتش. و عدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها، و خداوند متعادل کرد انواع مختلف حرکتهای آن را به وسیله راسخ و ثابتهایی از سنگهای سخت. و فسح بین الجو و بینها، و باز کرد میان جو و زمین را. و اعد الهواء متنسما لساكنها، و فراهم آورد هوا را تا تنفس نماید ساکنان آینده آن. حتی انشأ لها ناشئة سحاب تحیی نواتها و تستخرج نباتها، تا اینکه پدید آورد پدیده ابرها را تا زنده کند زمینهای موات را و به وجود آورد گیاه را. حتی اذا تمخضت فمجت المزنفین، تا اینکه حاصل شد تکی ابر باردار از برخورد در آن. والتمع برقه فی کففه، و درخشید برق آن ابر باردار در کفه های آن ابر غمام. اخرج به من هوامد الارض النبات، و خارج کرد به وسیله آن از بخش های سرد شده زمین گیاه را، و از کوه های لخت علف ها را. فهی تبهج بزینت ریاضها، پس زمین خرمی گرفت با آراستگی مرغزارهایش. از آغاز پیدایش قشر سنگی و مواد غذایی کامل برای موجودات 4 مرحله سپری گشته است. و قرار داد در آن صخره ها و کوه ها را، و برکت داد به آن. و به سازمان درآورد مواد غذایی آن را در 4 روز. دانشمندان غربی عمر زمین را از آغاز پیدایش خاک و رسوب تا به امروز به 4 مرحله و دوران تقسیم می کنند که با دوران تشکیل قشر سنگی 5 دوران می شود. قرآن نیز بحث پیدایش حیات را از پیدایش آب در سیاره زمین شروع کرده و انسان را به مطالعه در آفرینش دعوت می کند و می فرماید
در چگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی که در دریا در جهت منافع مردم در حرکت است و در آنچه از آسمان نازل کرده از آب و به وسیله آن زمین را که قبل از آن حیات نداشت دارای حیات کرد و پخش کرد در آن از هر جنبنده‌ای و در حرکت بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند نشانه هایی است برای مردمی که عقل گرا باشند قرآن به اندیشه در سیاره زمین و سیر در اقطار و قطرها و اعماق خاک و به مطالعه و تحقیق در امور آفرینش فرا می‌خواند. بگو سیر کنید در زمین پس ببینید چگونه شروع می‌کند آفرینش را و چگونه باز می‌گرداند آن را. پایان قسمت ششم.